تصویری که می‌بینید در نیمه های یک شب تاریک و سرد زمستانی گرفته شده 20 بهمن ماه 1398 و این تصویر من هستم که زیر پتو دراز کشیدم و ماسک زدم در حالی که حالم خیلی بد بود. تب و لرز داشتم، سردرد شدید داشتم طوری که فکر می‌کردم مغزم داره میاد توی دهنم و تمام بدنم درد می‌کرد، احساس می‌کردم که کمرم داره از هم باز میشه. حالم بد بود و احساس مرگ داشتم. در همون لحظاتی که حالم بسیار بد بود، گوشیمو درآوردم و یک عکس سلفی از خودم گرفتم و برای گروه دوستانم که همه پزشک هستن ارسال کردم و زیرش نوشتم: بچه‌ها، من فکر می‌کنم کرونا گرفتم و دارم می‌میرم. اون شب گذشت و 3-4 روز بعد از اون من حالم خیلی بد بود و اما زنده موندم. 2 ماه قبل از این تاریخ در کشور چین پزشکان اعلام کرده بودند بیماری جدیدی از خانواده کرونا ویروس ها داره باعث مرگ مردم میشه. زمانی که من بیمار شدم این ویروس هنوز اسم هم نداشت و چند روز بعدش سازمان جهانی بهداشت اسم این ویروس رو گذاشت کووید 19. 10 روز بعد از بیماری من، یعنی اول اسفند 1398، اولین مورد مرگ به علت کرونا ویروس در ایران گزارش شد. قبل از این هم ما از خانواده کرونا ویروس ها ویروس های زیادی رو میشناختیم و شناخته شده ترین ویروس از این خانواده ویروس سرماخوردگی بود. حتما همه شماها پیش از این دچار سرماخوردگی شدین، نه یک بار بلکه بارها سرما خوردین. من به واسطه یه شغلم که پزشک کودکان هستم با بیماری های ویروسی خیلی زیادی در تماسم و اون موقع ممکنه که مبتلا به کرونا ویروس شده بودم یا هر ویروس دیگری. این علت اصلا مشخص نشد چون تا اون زمان ما اصلا راه تشخیص بیماری کرونا رو هم نداشتیم. از خانواده کرونا ویروس ها 2 تا عضو شناخته شده دیگر هم بودند که ما پیش از این میشناختیم. 2 بیماری سارس و مرس. سارس پیش از این در هنگ کنگ و مرس در عربستان اپیدمی ایجاد کرده بودند. اما عضو جدید یعنی کووید 19 به سرعت تبدیل به پاندمی شد. کلمه اپیدمی رو ما وقتی به کار میبریم که یک بیماری بیش از حد انتظارمون در یک منطقه دیده بشه و اما کلمه پاندمی رو زمانی استفاده می‌کنیم که اون بیماری مرزهای قاره ها رو طی کنه و در قاره های متعددی دیده بشه. کووید 19 به سرعت تبدیل به پاندمی شد. ما در طول تاریخ پاندمی های زیادی رو دیده بودیم. مرگبارترین پاندمی تاریخ پاندمی مرگ سیاه بود. این بیماری توسط طاعون ایجاد شد. در سال 1346 بعد از میلاد این پاندمی شروع شد و 7 سال طول کشید. اون زمان دنیا 400 میلیون نفر جمعیت داشت که از این جمعیت 1/4 طی 7 سال فوت کردند. گفته شده در طول این پاندمی در اروپا 30-60% مردم فوت کردند. پاندمی دیگری که در سال 1918 رخ داد پاندمی آنفولانزای اسپانیایی بود. این پاندمی به ما نزدیکتر بود. پاندمی آنفولانزای اسپانیایی زمانی رخ داد که دنیا 1.5 میلیارد نفر جمعیت داشت و از این جمعیت 1/3 یعنی 500 میلیون نفر دچار آنفولانزا شدند و از این جمعیت 50 میلیون نفر فوت کردند. کی؟ 100 سال پیش. و یک پاندمی نزدیکتر بود به ما، پاندمی آنفولانزای خوکی که در سال 2009 رخ داد. این پاندمی هم که باز به وسیله همون ویروس قبلی ایجاد شده بود در زمانی رخ داد که دنیا 7 میلیارد نفر جمعیت داشت. این دفعه 10% جمعیت یعنی 700 میلیون نفر مبتلا شدند و از این جمعیت فقط 280 هزار نفر فوت شدند که جمعیت کمی بود. احتمالا شما الان تو ذهن خودتون میگین 280 هزار نفر جمعیت کمی نیست. بله،
280,000 نفر مرگ خیلی زیاده، اما در مقایسه با پاندمی های قبلی خیلی کمتر بود. چرا؟ به خاطر اینکه این پاندمی زمانی اتفاق افتاد که ما واکسن آنفولانزا و داروی آنفولانزا رو در اختیار داشتیم و سطح بهداشت و درمان در دنیا خیلی بالاتر رفته بود. به خاطر همین موارد مرگ خیلی کمتر شدن. و حالا ما با یک پاندمی جدید روبرو بودیم. پاندمی کووید 19. شما از اون روزهای اول پاندمی چه خاطراتی تو ذهنتون هست؟ به عقب برگردین، چی یادتون میاد؟ اسفند ماه سال 1398. تصویری که توی ذهن من هست یک تصویر خاکستری و غبارآلوده. یک تصویر محو توی ذهنمه. روزهایی که اصلا نمیدونستیم با کی طرفی، مردم وحشت زده بودن. خیلی ها فکر میکردن که قرار دنیا تموم بشه، فکر میکردن ما هممون قراره بمیریم. اولین اتفاقی که افتاد، به ناگهان در همه دنیا ماسک و الکل خیلی دچار کمبود شد و قیمت ماسک در دنیا چندین برابر شد. ما در کشورمون اونقدر با کمبود ماسک مواجه شده بودیم که خیلی از شغلها تعطیل شدن و خیلی از مطب‌ها تعطیل شدن. مردم میدونستن که ما حتی برای مصرف توی مطب‌هامون ماسک نداریم. در اون تصویر خاکستری و محوی که توی ذهن منه، یک بارقه‌های نور هست و اون کمک های مردم بود. خیلی ها که شنیده بودن ما توی مطب هامون ماسک نداریم، برای ما ماسک ارسال می کردن تا مطب ها تعطیل نشه. دوستی بود که از یک استان دیگری برای من 50 تا ماسک ارسال کرد و من اونها رو بسته های 5 تایی کردم و برای همکارانم توی مطب ها ارسال کردم تا فعلا مطب هامون بسته نشه. کسانی بودن که توی خونه فقط 2 تا دونه ماسک 95 داشتن، بسته بندی می کردن و برای ما ارسال می کردن. کسی بود که توی خونه فقط یک دونه ماسک داشت و همون رو بسته‌بندی می‌کرد با یه شاخه گل روش و برای من ارسال کرده بود. این کمک‌های مردمی روحیه ما رو حفظ می‌کرد. در یکی از روزهای مونده به عید، طبق رسم همیشه ما توی مطب که هستیم، موقعی که بیمارا دارن میرن با هم دیگه تعارفات معمول رو میکنیم، انشالله سال خوبی داشته باشین، انشالله سال پرخیر و برکتی در پیش رو داشته باشین. من همطور که داشتم پرونده رو مینوشتم داشتم میگفتم خیلی ممنون، شما هم همینطور، انشالله سال خوبی داشته باشین. یهو احساس کردم یکی اون مادر یک کلمه ای گفت، یک جمله ای گفت که با تعارفات معمول خیلی فرق داشت. یهو ذهن من بیدار شد. چی گفت؟ اون مادر به من گفت خدا سایه شما رو از سر بچه های ما کوتاه نکنه. حسی که من اون موقع داشتم مثل کسی بود که کمرش زیر بار مسئولیت خم شده و یک نفر یک بار سنگینی رو میذاره روی دوشش. اون موقع من چنین حسی رو داشتم و دیگه بار مسئولیت برام چندین برابر شده بود. وقتی که پاندمی شروع شد، برخورد مردم با این موضوع خیلی متفاوت بود. عده‌ای وحشت زده بودن. نمیدونستن که ما با چی طرفیم. فکر میکردن دیگه دنیا تموم میشه. فکر میکردن هممون قراره بمیریم. خودشون رو توی خونه هاشون حبس کرده بودن. یه عده کرونا رو انکار میکردن. میگفتن کرونا کو؟ ما که کرونا ندیدیم. اینا همش دروغه. اصلا چنین چیزی وجود نداره. یه عده کسانی هستن که همیشه توهم توطئه دارن، میگفتن این توطئه های استکباره، میخوان ژن ما رو نابود کنن، میخوان نسل ما رو از بین ببرن، میخوان ما رو تحت سلطه در بیارن. یک عده با این موضوع مثل یه شوخی برخورد میکردن. جوک های مختلفی ساخته شد. مثلا میگفتن خفاش نخورده دهن سوخته، یا میگفتن سوپ خفاش رو یکی دیگه میخوره ما باید مریض بشیم. خیلی جوک های زیادی شما هم شنیده بودین در این زمینه. بر اساس یه فرضیه بود که میگفتن اولین نفری که کووید 19 گرفته کسی بوده که سوپ خفاش خورده و البته بعداً مشخص شد که چنین چیزی نیست. عده دیگری از مردم شروع کرده بودن به شایعه سازی. انواع و اقسام شایعه ها شنیده میشد. اولین شایعه‌ای که خیلی ما رو درگیر کرد، اونهایی بودن که میگفتن بچه‌ها کرونا نمیگیرن و کل طول پاندمی ما درگیر اثبات این قضیه که شدیم که بچه‌ها هم کرونا میگیرن و نقش مهمی در پاندمی و زنجیره انتقال اجرا میکنن. و شایعات خیلی مختلف دیگه.
یک دسته دیگه کاسبان کرونا بودن. کاسبان کرونا کسانی بودند که هر روز یه چیزی رو به عنوان درمان قطعی کرونا معرفی میکردن. یه روز یه داروی گیاهی رو میگفتن این درمان قطعی کروناست. فرداش یکی دیگه پیدا میشد یه شیشه آب مقطر رو به عنوان داروی قطعی کرونا به مردم میداد. یکی دیگه فرداش پیدا میشد که یه ویتامین رو به عنوان داروی پیشگیری کننده معرفی میکردن. اگه این ویتامین رو بخورین دیگه ابدا کرونا رو میگیرین، ماسک هم لازم ندارین. و اون دسته که خیلی ما رو آزار دادن اونهایی بودن که هر روز برای ماسک شایعه در می آوردن. اصلا در دنیا تظاهرات های بزرگی برگزار می شد که ما ماسک نمی زنیم. چرا دولت ها ما رو مجبور می کنن ماسک بزنیم؟ چرا دولت ها ما رو مجبور می کنن توی خونه بمونیم؟ دسته دیگری از مردم خیرین بودن. پول جمع می کردن، وسایل کمکی می خریدن و به بیمارستان ها اهدا می کردن. دسته ای که از روز اول تا آخر درگیر کرونا بودن کادر درمان بودن که اینها در طول پاندمی بیشترین مسئولیت و زحمت بر دوششون بود و عده ای از اونها از بین ما رفتن و امروز بین ما نیستند. و دسته آخر ما فرهنگسازان سلامت. من از 10 سال قبل از پاندمی کار فرهنگسازی سلامت رو شروع کرده بودم. وقتی که پاندمی شروع شد تمام سمینارها و کارگاه‌های ما تعطیل شد، اما من متوجه شدم که وظیفه جدیدی بر عهده‌مون هست و اون هم آگاه کردن مردم در زمینه کووید 19. اولین مورد کرونا در ایران گزارش شد، من یک فیلم 10 دقیقه‌ای تهیه کردم و از طریق اینستاگرام منتشر کردم. تو این فیلم 10 دقیقه‌ای برای مردم توضیح دادم که ما با چی طرفیم، طرف ما یک ویروسه، این ویروس جدید هست، این ویروس واکسن نداره، این ویروس هنوز دارو نداره و دانشمندان به زودی اینها رو خواهند ساخت. تنها راه پیشگیریه و راه پیشگیری هم بهداشته. ما هر روز فیلم‌های جدید درست می‌کردیم و برای مردم ارسال می‌کردیم. چطوری دستامون رو بشوریم، چطوری وسایل خریدمون رو ضد عفونی کنیم، ماسک چیه، انواع ماسک چطوری هستن، چطوری ماسک بزنین، کجاها لازم هست که ماسک بزنین، و اینها رو به مردم آموزش می‌دادیم که پیشگیری ایجاد بشه تا زمانی که واکسن و دارو به دستمون برسه. و اما شایعه‌سازان همیشه برای ما یک موضوع جدیدی رو شروع می کردن. عرض کردم یکی از اولین شایعات این بود کودکان کرونا نمی گیرن، که خیلی زحمت ما رو زیاد کرد. همیشه به شکل‌های مختلف باید ثابت می کردیم که بله بچه ها هم کرونا می گیرن. برای مثال یکی از شایعاتی که خیلی در کل دنیا منتشر شد این بود که ماسک باعث میشه اکسیژن به مغز شما نرسه و سکته کنین یا مغزتون دچار مشکل بشه. برای اینکه من ثابت کنم چنین چیزی نیست، یک روز از خودم فیلم گرفتم در حالی که ماسک داشتم. قبلش نیم ساعت پیاده روی کرده بودم و الان ماسک داشتم و صحبت می‌کردم و یک پالس اکسیمتر رو به انگشت خودم وصل کرده بودم. از ابتدا تا انتهای فیلم درصد اکسیژن خون من هیچ تغییری نکرد. به مردم گفتم ببینید من ماسک دارم و درصد اکسیژن خونم تغییر نمی‌کنه. پس ماسک می‌زنم. ما کادر درمان روزانه 8 ساعت ماسک میزنیم، پس شما هم ماسک بزنید و نگران نباشید. یکی دیگه از قسمت‌های کار ما این بود که در مورد داروها، تولید داروها و واکسن‌ها برای مردم توضیح بدیم. به مردم توضیح بدیم که یک دارو چطوری ساخته میشه، مراحل آزمایشگاهی و تحقیقاتی کشف دارو چطوریه. اصلا اینجوری نیست که کسی توی یک آزمایشگاه یا یک مطبی بشینه و یک داروی رو اختراع کنه و بعد بده مردم. نه، مراحل تحقیقاتی دارو خیلی گسترده هست و حتما مورد تایید سازمان‌های جهانی باید قرار بگیره. در مورد واکسن مرحله به مرحله برای مردم توضیح دادیم. مراحل ساخت واکسن خیلی طول میکشه. اول مراحل آزمایشگاهی هستن و بعدش 3 مرحله فاز انسانی داریم. فاز اول، فاز دوم و فاز سوم. باید واکسن توی انسانها تست بشه، عوارضش مشخص بشه و بعد از اینکه واکسن ساخته شد تازه باید مورد تایید سازمان جهانی بهداشت و بقیه سازمانها برسه. پس طول میکشه. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید صبر پیشه کنیم.
به این ترتیب ما تلاش داشتیم که امید رو به مردم تزریق کنیم تا ناامید نباشن. اون چه که در ذهن من بود از اول پاندمی این بود که ما مردم دنیا سوار بر یک کشتی هستیم، در یک اقیانوس داریم حرکت میکنیم و در پیش روی ما کوه یخی قرار داره که قسمت کوچکی از این کوه یخ بالای سطح آب هست و همه مردم میبینن و بخش بزرگ اون کوه یخ زیر سطح آب هست که فقط عده‌ای اونها رو میبینیم. اگر ما با این کوه یخ برخورد کنیم، جامعه جهانی دچار مشکل میشه و ما باید مردم رو نجات بدیم و آگاه کنیم. در زمانی که هر بحرانی پیش میاد، هر کدوم از افراد جامعه مسئولیتی داریم. من به عنوان یک فرهنگساز سلامت با اون چند صد هزار نفری که دنبال کننده داشتم، وظیفه داشتم همون افراد رو توی قایق کوچک خودم بذارم و آگاه کنم. بعضی از افراد جامعه مثل دولت مردان و دانشمندان مسئولیت خطیرتری بر عهده دارن، گویی که یک کشتی بزرگ از مردم رو دارن نجات میدن. افرادی هستن که مسئولیتشون کوچکتر و اما مهمه، مثلا خانم معلمی که شاگردان خودش رو آگاه میکنه یا مادری که فرزندان خودش رو حفظ میکنه، مثل اینکه چند تا جلیقه نجات داره و اونها رو تن دانش آموزان و فرزندان خودشون میکنن. کسی ممکنه تنها داراییش یک جلیقه نجات باشه و یک نفر رو نجات بده. کسی ممکنه هیچ چیزی در اختیار نداشته باشه به جز تخت پاره‌ای که پرت میکنه و یک نفر رو نجات میده. اما اون چه که مسلم هست، هر کدوم از ما در زمان بحران وظیفه‌ای بر عهده داریم. به زودی پاندمی تمام خواهد شد و ما فرهنگ سازان سلامت تلاش می‌کنیم تا پس از این، در اولین روزی که پاندمی تمام بشه، شروع کنیم آموزش سلامت و بهداشت رو به مهد کودک‌ها و مدارس ابتدایی برسونیم و مردم رو آگاه کنیم. ما سواد رسانه رو بالا می‌بریم. مردم باید بدونن که به هر رسانه‌ای نباید اعتماد کنن. باید مردم رو تشویق کنیم که کتاب بخونن. باید مسئولیت اجتماعی رو به مردم تأکید کنیم که در همه بحران‌ها همه ما وظیفه داریم. به زودی پاندمی تمام خواهد شد. امروز که من با شما صحبت می‌کنم، یک هفته است که تزریق واکسن کووید 19 در دنیا شروع شده. به زودی پاندمی تمام خواهد شد. و من به شما میگم، تو یکی نه ای هزاری، تو چراغ خود برافروز.